سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه امروزی ما. روز دارم که همتون داره ساعت کامل باشین، بعد از ظهرتان بخیر. امروز هم به شیران برتان میخوای یک سالاد بسیار خوشمزه آمده، بس از که نامش سالاد علوی است اگه اشتباه نکده باشم. در ضمن ازی برتان معلومات آمده کردیم راجع به فواید بادام. بعضی خوش دارن که همه چیز به یادشان باشه، یعنی که جلد خوبم داشته باشن، بخاطر از اینکه روغن بادام میتونیم بگیم که بر جلد، بر موها بسیار خوب است. اگه شما شنیده باشین این کاملا یعنی حقیقت دار دوست هست، کوش بکنین که از بادام استفاده کنین. معلومات مفصلی برسان آماده کردیم که با هم خواهد تماشا کردیم، اما به شیجان تو آماده است بیخی امروز یک 5 دقیقه پیشتر به سیدو رسیده بعد از بسیار وقتا. فکر کنم که امروز هفته نبود به خاطر برسان مواد لازم میکه. بله دوست عزیزی، خب واقعا کفتم نبود به خاطر دبروش اول گرفته بود. خب دوست عزیز، امروز میخوام که یک خب اگه میخوای که روز به وقت برسی گفت گرفتم بشیرون میبخشین امی یک چتری بگیرین طرف هفته خودتان سایل نکنین، بخاطر از اینکه همه روز همه قسم به وقت برسین. خب شاید که به می شکل شود چتری خونه یا کلای پیکدار میگیرم دیگه. خوب میشه. خب دوست عزیز، شروع میکنیم با مواد لازم. سالاتی که امروز آمده میسازیم ما میتونیم در کنارش بعضی مواد هم داشته باشیم و از این سالات ما میتونیم یک غذای خوشمزه هم آماده بسازیم که کسایی هستن که میخوان بسیار غذای صبح و ساده و آسان آماده بسازن، که امی هم سالات هست هم یک غذای مکمل گفته میتونیم که برای شما امروز آماده بسازیم. خب شروع میکنیم با مواد لازم. دوستا که میخوان مواد لازم یادداشت بگیرن، یکی یکی برای شما میگم، شما یکی یکی یادداشت کنیم. مواد لازمی که ضرورت داریم: نان فرانسوی، البته خردش، چیکن کیوب، سینه مرغ، دانه های زیتون، بادرنگ شور، ساس مایونز، شما بگید، کچالو، تخم مرغ، کچالو به خاطر چپ، دو کچالو شد، و در اخیرم روبه هتیه، یک روبه که واقعا مزی خاص داره، طعم بسیار خاص داره و ما میتونیم قرمه های بسیار مزدار شیرین آماده بسازیم. نه بشیران، شیرین شیرین گفتی، دوستان نترسانی که حالا دوستان خوش دارن همیشه غذای تند بخورن و کمه که مزید خوب مساله دار داشته باشه، از طرز که استفاده نکنین بگینی بوره داره. شیرین از بس که امروز شیرینی پخته کردیم بخیم گپایم هم شیرین شیرین شده، برای زیادتر هم طرف شیرینی هم میرم. خب خیر، این بعضی وقت هم تو میشه شیرینی پخته کنیم زیادتر. نه بشیران، فکر ماستون شیرینی میره. خب یه گپ دیگه میخواستم براتون بگم، شما رو به شیرین گفتین، نه باشپزی رو آورده بودم، یعنی خوش داشتم وقتی کسی خورد باشه، زیاد خوش دارم مثلا ظرف بشه یا کار خانه رو انجام بده، آشپزی بکنه. یعنی شاید بعضی طفلایی که در حالتی هستن که کم کم دیگه بزرگ میشن، خوش دارن که زیادتر کارهای کلانه رو انجام بدن. اما قسم ما بودم امرا با یک دوستم بود، گفتم ما برنج پخته میکنم، خودت یک قرمه بسیار خوشمزه پخته. گفت درست است. اردیم و آشپزخانه رفتیم، فکر کنم یک بار دیگه برات گفته باشم، دم قرمه یوزی که نمک بندازه بوران اضافه کرده بود. وقتی سر سفره ما غذا کشیدیم دیگه خود ما بودیم، کس دیگه بزرگا نبودن. میخوریم که قرمه بسیار شیرین است. قرمه شیرین پخته کرده بود خودش، نه سلوات گفته بود قرمه شیرین، قرمه نمکینی، قرمه شیرین. خب به می شکل میشه، ولی زیادتر متوجه دی باشه که وقتی که مساله رو اضافه میکنی یک بار مساله رو امتحان کنی. یک نفر دیگه هم نوشادر استفاده کرده بود. چی بود؟ او یک مواد بسیار شور، بسیار غلیظ، بسیار خطرناک است، تیزابی است که بسیار خود جوهر لیمو برای همه قسم است. همین شکل جوهر لیمو است. بله. خب به دهی قسمت دادن دیگه هم ماندیم، داخل هر دوش آب است که من میخوایم که امروز این خورترک آبش جوش آمده. آیسته تخم مرغ اضافه کنیم تا که نشکنه. پیش از اینکه تخم مرغ اضافه کنیم اول نمک اضافه میکنیم. نمک وقتی اضافه کنیم تخم مرغ میده نمیشه، یگان نفع یگان دانش میده میشه، خیر است، فرق ندارد. و هم بعضی هستن بشیر جان که از مثلا دیگ شاید عمیق باشه و رو از بالا که اضافه بندازنش طبعا درس میکنه و اون قسم که بجوشه باز تمام موادش بیرون میشه. و یک چیز دیگر هم زیادتر متوجه باشن، وقتی که تخم از یخچال میگیریم، تخم مرغ وقتی از یخچال گرفته شد سرد میباشه و آب هم جوش می باشه. به شکل وقتی داخل آب جوش بندازیم، مثل که داخل گلاسی که سرد باشه آب جوش بندازی، با این شکل سلامت میده میشه. تخم هم به این شکل درس پیدا میکنه. یعنی قبل از اینکه ما داخل آب جوش اضافه کنیم باید یک دقیقه بانیمش کنیم. یک دقیقه بانیمش که تا به حرارت آشپزخانه برابر شد و بعد از او داخل آب سرد، بعد از او بالا گاز میمونیم. کسی که وقت داره نه کسی که وقت ندارم، به شکلی که من مسکار گفتیم داخل تخم پخته کردن، چپس پخته کردن هم که میگن آسان ترین غذاهاست، از خود طریقه داره و مشکل ها میتونیم بگویم از استایز، به شرطی که اگر متوجه باشیم بر ما آسان است. قسمی که در ابتدای برنامه برتون سایز یادآوری کردم که امروز برتون راجع به
فواید بادام معلومات داریم، چرا که میوه های خشک زیادتر میشه، در ضمن از این میوه های زمستانی باید استفاده کنیم. معلومات بیشتر با هم تماشا میکنیم که بادام دارای کدام فواید است. خواص مفید بادام. بادام یکی از انواع میوه های خشک است که غالبا در پذیرایی از مهمانان استفاده می شود. خوشبختانه بادام در تمام سال یافت می گردد. بادام فواید بسیار برای بدن دارد، از جمله پایین آورنده کلسترول بد LDL و کاهش دهنده بیماری های قلبی می باشد. بادام دارای مقدار زیاد چربی است، اما از نوع غیر اشباع. این چربی خطر بیماری های قلبی را کم می کند. تحقیقات نشان داده است که تمامی مغزهای خوراکی بیماری های قلبی و کلسترول بد را دور می کنند. مطالعه نشان داده است افراد که 5 بار در هفته مغزیات می خورند 50% احتمال خطر برای بیماری های قلبی را از خود دور می کنند. ویتامین ای در پوست بادام وجود دارد. این ویتامین یکی از انواع انتی اکسیدان ها می باشد. فواید انتی اکسیدان ها در بدن بسیار زیاد است. انتی اکسیدان ها جلو برخی امراض را می گیرند، از جمله سرطان، بیماری قلبی، فراموشی، خوب عمل نکردن سیستم ایمنی، آب مروارید چشم، ضعیف شدن ماهیچه ها و همچنین بر سلامتی پروستات اثر می گذارند و از تخریب سلول ها و دی این ای جلوگیری می کنند. بادام دارای منیزیم و پوتاشیم است. هنگامی که به مقدار کافی مگنیزیم در بدن باشد، در خون جریان می‌یابد و اکسیژن و مواد مغذی را سریع‌تر حمل می‌کند و جلو افزایش ضربان قلب را می‌گیرد. بادام بسیار بیشتر از جو یا حتی پالک مگنیزیم دارد. پتاسیم در انقباض عضلات، به جریان در آوردن اعصاب، متعادل کردن فشار خون و عملکرد بهتر قلب نقش دارد. به کاهش وزن کمک می‌کند. بسیاری از افراد به خاطر افزایش وزن بادام نمیخورند، در حالی که متخصصان تغذیه به این نتیجه رسیدند. افرادی که حداقل 2 بار در هفته میوه خشک میخورند نسبتاً به آنهایی که اصلاً و یا به ندرت میوه خشک میخورند بیشتر وزن کم میکنند. هر روز بادام بخورید تا انرژی داشته باشید و از سلامتی خود لذت ببرید. این ماده غذایی به خاطر دارا بودن ویتامین ها و پروتئین و آهن، انرژی مورد نیاز بدن را افزایش می دهد. دانشمندان برای حفظ سلامتی بدن دریافت روزانه 18 میلی گرم آهن را توصیه می کنند. اما باید توجه داشت که زیادی آهن خطرناک می باشد و می تواند قلب، کبد و لوزالمعده را از کار بیندازد. جلوگیری از سرطان. بادام دارای مقدار زیاد کلسیم و پروتئین می باشد. 100 گرم بادام تازه در حدود 20 گرم پروتئین و 240 میلی گرم کلسیم دارد. کلسیم و فایبر موجود در بادام کاهش دهنده سرطان روده بزرگ می باشد. اسید فولیک در بادام باعث کاهش سرطان دهانه رحم می گردد. منبع انرژی. بادام محتوی مقدار زیاد چربی های غیر اشباع، فایبر، پروتئین گیاهی، جست، مس و مگنیزیم می باشد. بادام دارای انواع ویتامین ها می باشد که به سوخت ساز کربوهیدرات ها کمک می کند و یکی از منابع انرژی برای مغز می باشد. تقویت عملکرد شش ها. به طور کلی بادام جلو برخ بیماری های تنفسی از قبیل تنگی نفس، برونشیت مزمن و امفیزم، اتساع و بزرگی عضو در اثر گاز را می گیرد. سلنیوم در بادام و مغزیات یافت می شود. سلنیوم نیز یکی از انتی اکسیدان ها می باشد. استحکام استخوان ها. بادام محتوی مقدار زیاد چربی غیر اشباع و بسیاری از مواد مغذی می باشد، از جمله کلسیم و مگنیزیم. این عناصر برای استحکام استخوان ها استفاده می شوند. به طور کلی بادام غنی ترین منبع غیر حیوانی کلسیم می باشد. استخوان ها و دندان هایتان را با استفاده از فسفر موجود در بادام تقویت کنید. با شما هستیم دوستان، خوش آمدین به برنامه. شما هم دیدین که دوستان عزیز بادام فواید بشمار داره، بخصوص دوستان ما که خوش ندارن شیر استفاده کنین بخاطر اینکه کلسیم داره و بعضی
منابع حیوانی است که کلسیم می داشته باشه. میتونید دوست است که از شیر از بادام استفاده کنین تا که دچار پوکی استخوان نشین. میبینیم که بشیجان مصرف کارهای خود هستن. بله. خب دوستان عزیز، وقتی که آب جوش آمد داخل آب مرغ اضافه میکنیم و امروز کمی نمک هم اضافه میکنیم، ولی نمک فراموشم شد که وقتی که چلو رو میده ساختیم نمک هم اضافه میکنیم و تا وقتی که مرغ آماده میشه، یعنی نرم میشه، پخته میشه، نوبت که چلو دیگه است که ایره باید به شکل نخوتی، البته از نخوتی که کلانتر، دبل نخوتی آماده بسازیم و گوشت هم یک بار ببینیم که به کجا آماده شده. خب تقریبا آماده است، نمک هم اضافه میکنیم که آبش نمکی شود تا ما بتونیم خوبتر آماده بسازیم گوشت مرغ و مغز گوشت هم باید که نمک داشته باشه. خب گوشت سینه مرغ استفاده میکنین، به غیر از گوشت مرغ نمیتونیم که از کدام گوشت دیگه استفاده بکنیم؟ میتونیم که از گوشت گاو هم استفاده کنیم، ولی سرخی گوشت گاو به شکل ریشه ای میده میکنیم نرم شده شه و بعد از استفاده میکنیم. از گوشت ماهی هم بهتر میشه که آماده بسازیم، خوبتر آماده بسازیم. بسیار خوب. یعنی گوشت مرغ قسمی که همیشه در غذاها بیشتر شما استفاده میکنین، اما قسم دوستا کوشش بکنین که شما هم از گوشت مرغ استفاده کنین. هم اقتصادی است، در ضمن ازی فواید به شما داره، به خصوص به کودکانی که در حالت رشد نمو هستند، در ضمن ازی بر اشخاصی که ضعیف هستند با اونا هم میتونیم بگیم که مفید است. میتونین که یک سوپ بسیار خوشمزه آماده بسازین از گوشت مرغ. به خاطر ازی که هوا سردتر شده میره، سوپ باید زیادتر اضافه کنین، به خاطر ازی که در هوای سرد سوپ گرم خوشمزه می باشه، مزه دار می باشه. بله. و یک اپ دیگر ما رو شنیدم بشه. من گرمی ده گرمی می بردار، یعنی ده گرمی چای زیاد بخور گرمی نمیشه. در زمستان خوام شاید ما یک بار چای بخورم، اما ده گرمی خود چه امکان نداره که طرف چای سعی کنم. من و بعضی ها هستم تو میگن دیگه. در زمستان هم یک نفر گفت هر چی آیس کریم و یخی بخوری هیچ خنک نمیخوری. آبی خود سپایت یخ میزنه باز. من نمیفهم اون گفت. خب ای بای ما نیست که غذاها مثلا مالت استفاده میکنیم، شاید بعضی غذایی باشه که اصلا در ظاهر سرد به نظر برسه، اما محتویاتی که داره، یعنی ویتامین های زیادی که داره، میتونه بدن ما رو گرم نگاه بکنه. منظور از این نیست که چای داغ بخوریم ما رو گرم نگاه میکنه. خب شاید بر چند لحظه یک تسلی شد، اما بیشتر غذاهای گرم مثل ناریال، ناریال اگر به دست ما بگیریم هیچ وقت نمیسوزیم، به خاطر اینکه ظاهرا خودش سرد است، اما موادی که گرم است، اما داخلش که است، باز موادی که داره، ویتامین ها، منرال هایی که داره، و باعث میشه که وجود گرم نگاه بکنه تا که ما کمتر سرما بخوریم، یعنی سرد شویم. خب تخم مرغ هم آماده است و گوشت مرغ کم کم آماده میشه. بله، قسمی که دوستا میخواین تماس بگیرن، امی لحظه یک تماس داریم، میبینیم که کدام دوست ما هستن. بله بفرمایین. بله سلام علیکم. سلام با شما، روزتان بخیر، خوش آمدین. خوش باشین، روز شما بخیر. من هستم پلوشه. خب پلوشه جان خوش آمدی، بفرما سوال تا بگو. سوال داشتم یه گزی که کریملو رو روز آماده کردین، از من تیش شده بود، ندیدم در مواخراش که دیدم برای نمیتون خلاصی بود، یعنی کدام گناه موادش انداختین؟ خب کدام غذا رو شما گفتین؟ از مرغ یک غذا بود میشه دو... کریملول، کریملول. من فکر کنم رول مرغی که بشیجان دیروز آماده ساخته بود از مرغ بود. نه خواهش میکنم، درست از بشیجان بر شما طرز تهیهش هم میگن. در ضمن از اگر شما به اینترنت دسترسی دارین میتونین که برنامه گذشته را از اون طریق هم تماشا بکنین. من خیلی به اینترنت دسترسی ندارم، که گفتم اگر بشیر جان برم بگویم یک طرز تهیهش. بسیار خوب، بشیر جان در جریان کارهای خود بر شما طرز تهیه را میگن. یک سوالی دیگه هم داشتم ببخشی که امی چی متایی را میگفتم که متایی را چی کنه، چی رقم آماده میشه؟ خب طرز تهیه میتونم بر شما بگویم، اما طرز؟ بله. یک سوال دیگه که میتونم، بسیار بزختی رخ شده ما چی که میکنیم، چند هفته میشه هیچ رخ نمیشه. آخوار عزیز هر چی سوال داری سوال کل شمیتی یک جایی. ما هم یک تماس گرفتیم دیگهش تماس نمیگیریم، بخاطر از اینکه کل سوال ها رو بشیران مجبور دی یک برنامه جواب بتن. خب تماس هم قد شد. تشکر میکنم از پروشه جان، باشم شوخی کردیم، فکر کنم زیاد صحبت کردیم، کارتشان تمام شده باشه. میتایی گفتن کریم رول. بو سوال دیگه شان باقی ماند. خیر یک سوال دیگه شان بود که میگفتن بسیار دیر بعد تلفن مرخ شده،
فکر کنم سوال پرسان میکردن که تماسشان قطع شد. قطع شد. خیر، با امیدی که دوباره تماس بگیرن. اما چقدر دلت میگی به شیرین، خدا نکنه اگه دیگه دفراخ کنه. نه، رقمش خونه از بیشتر جان. خب گوشت مرغ هم نرم ساختیم، به شکل آماده شد، کمه که سر شد، بعد از دور ریشه ریشه آماده میسازیم و بعد از اینکه گوشت مرغ از داخل دیگ بیرون کردیم، نوبت کچول بود، کچول رو هم اضافه کردیم. وجه تخم مرغ است که این هم آیسته آیسته نرم میشه، نرم نمیشه، البته سخت نکنه خدا. بله. و آماده میشه. خب ایره این قسمت میمونیم، کمه که سر شد، نوبت ریشه ریشه کردن شد. خب دجوری نزی که گوشت مرغ ریشه ریشه میکنین، طرز تهیه کریم رول همیشه برای خوارما پلوسا جان بگوین تا که دوستا دیگه تماس نگیرن با سوال هم قسم میمونه. میمونه. خب طرز آماده ساختنش بسیار آسان است. شروع میکنیم، اول از کریم. کریم ایره که میخواین آماده بسازن، یک نوع پنیر به نام پنیر دنمارکی است، اون رو خریداری کنن، یک دونه شده محرات آشپزخانه بانن، داخل یک کاسه اضافه کنن، بعد از اون میکسر بالاش بگیرن، کریم خود مسکه با شکل کریم خود به خود آماده میشه و بعد از اون نوبت پودر بوری است که به نام آیسینگ شکر میگن که پودر بوری است که بالاش آهسته آهسته اضافه میکنیم. چی بود تخم مرغ ترقی چی تو؟ یک کدام صدا آمد از امیشون. متوجه باش که دوست امروی خود دشمنی رو گرفته، کدام چیزی رو اضافه نکنه در دیک نمیدازه. آه بیشتر جون، این نمیفهم چی گفت، تخم مرغ داخل دیک کافی. البته آماده شده. خب وقتی که مسکر آماده ساختیم، پودر بوره اضافه میکنیم و خوب ایره میکس میکنیم، البته همراه با میکسر. وقتی کاملا میکس شد، داخل کاسه که قیماق اضافه داشتیم، یعنی اگر ما یک دانه مسکه که 200 گرم وزنش باشه، ما میتونیم به اندازه 4 الی 5 قاشق قیماق هم بالاش اضافه میکنیم، باز هم میکسش میکنیم به اندازه که اما خود کریم به شکل خف آماده میشه، یعنی خف بسیار سبک معلوم میشه. وقتی اگر یک توتی شد یا یک نیم قاشق شد امتحان کنیم، بالای زبان بگذاریم، خود به خود آب میشه، معلوم میشه که کریم کاملا آماده شده. و نوبت خمیرش است. خمیر شما میتونیم که یک گلاس آرد تر میدره داخل کاسه اضافه میکنیم، یک عدد تخم مرغ اضافه میکنیم، دو قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنیم و به اندازه نیم قاشق چای خوری کمه که کمتر اگه شب بهتر است، پودر کیک اضافه میکنیم، کاملا مواد مخلوط میکنیم، بعد از یک کم شیر که به اندازه که ضرورت داریم شیر اضافه میشه، خمیر کاملا آماده میشه. وقتی خمیر آماده ساختیم، برای چند دقیقه میمونیم، چند دقیقه رول میسازیمش، هموارش میکنیم به اندازه یک سانتی و بعد از او قالبی که ما در برنامه آماده ساخته بودم همراه با المینیم فایل. بله. به اون شکل شما هم قالب آماده بسازی، خمیره برش کنی، رول کنی، بعد از او داخل داش بانی، کاملا که پخته شد همراه با عمل تفنگچی مخصوصی که به خاطر کریم است یا به شکل خلطگه خلطگه که آماده شده به خاطر دیزاین کردن کریم میتونن از او هم استفاده کنن. بله. خب بیام طرز تهیه کریم رول بود دوستای عزیز، باز هم تماس داریم. بله بفرمایین. زنده و سلامت باشین، شما چی حال دارین؟ بفرمایین نامتان. سلام برای آشپز میگم، نجور خواستین؟ فضل خدا، بشیر جانم خوب هستن، مصروف کار خود هستن. اما که از بشیر جان خواهش میکنم که برای ما هم ترسی وطنی را زوری برای ما امروز پرده. امروز خب ما هم وسایل شد آشپز خانه نداریم. خب اگه آمادگی بگیرن در روزهای بعد چطور است؟ نه امروز اگه نمیگم در روز باشه که ما خانه هم باشیم دی ویلیم هم امروز برای ما بوی کنم روز منتظر که ما آمادگی بگیریم و بله. چون که زمستان است. خب کوشش بکنید که امروز خانه باشین، روزای مشخصی بیرون برین که برنامه ما نباشه، درست است؟ ما اگر روزای مشخص خب تماس خواهر ما فکر کنم قطع شد. گفتن اگر روز ترشی باشیدون، ترشی از چی بندازی؟ تصمیم داری ترشی بندازی؟ ترشی چتنی اساس از خود اوری آمده بسازیم و قند که مزی خود خوب داره و آب هوا امروز برای سرد و سردتر شده میره. خوب است که در زمستان یا دوای سرد اوری امروز با خضا باشه استفاده کنیم. اما دوست ما که دوچار درد میده هستن میتونیم بگیم که بسیار برشون مضر است، باید استفاده نکنن. گرچه طعم خوبی داره، اگر هر کسی که میده دردان باشه، اگر پیش روش یک کاسه ترشی باشه، مجبور است که استفاده کنه. استفاده کنه. یعنی نام امری که پیدا میشه بیشتر جانم، نام ترشی که میشه بخیم دانه مالا اوپر میشه. یعنی این قدر ایره خوش دارن. کلکی. بله. کسا است که بوتله که میخرن در بازار تیار سودا میشه. ولی اوی که در خانه خودم آمده بسازیم همراه با اوری بسیار مزه دار میباشه. بسیار خوب میشه. خب یک روز اینا بعد از وقفه بشه جان میگن که در کدام روز تصمیم دارن که ترشی بندازن.
مواد لازم با هم تماشا میکنیم. شما که میخواین از این سالاد خوشمزه آماده بسازین به خاطر کاهش وزن هم است میتونین که یادداشت بگیرین. مواد لازم سالاد اولویه: سینه مرغ 300 گرم، کچالو 3 عدد، بادرنگ شور 6 عدد، تخم مرغ 2 عدد، ساس مایونز قدر ضرورت، نان فرانسوی 1 عدد، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. از مواد لازم پخش شد، امیدوارم که شما یادداشت گرفته باشین تا که بتونین رزی سالاد خوشمزه آماده بسازین. خب ساس مایونز اضافه اگر نکنین میتونین بگویم که برای کاهش وزن بسیار مفید است. اما قسم فکر کنم به شیرون دوستای عزیز گوشت ریشه ریشه میکنن، گوشت مرغ است به خاطر اینکه داخل سالاد اضافه میشه. بشیر جان کدام کارا را انجام دادی؟ تخم مرغ خراب نشده بود؟ نخنید، صرف هم یک دنش میده شد. ببینیم اگر استفاده نمیشه چی استفادهش نمیکنیم و حرارت هم خاموش میکنیم. گوشت مرغ هم کاملا آماده شده و این گوشت مرغ این قسمت میمانیم کاملا آماده تیار است. خب باز هم تماس داریم، خواهر ما سمیرا جان هستن. بله بفرمایین. سلام علیکم بشتقل، خوب هستی؟ صحت خوب؟ زنده و سلامت باشین. سلام، من هم تقدیم شما رستان بخیر، خوش آمدین. زنده باشین بشیر برادر، هم خوب هستم؟ تشکر خواهر عزیز، سلام هم خدمت شما، خوب هستم. بفرمایید از کجا تماس گرفتی؟ اسم شما چیست و سوالتان هم بگید. اسم سمیرا هست، از ولایت کندوز برتان تنگ کنیم. میخواستم بگم که یک روز شیرینی آماده کردین، من ندیدم برقای ما در وقت برنامه آخر شده بود آمد از کری ما چیم آماده کرده بودین، من ندیدم. میخواستم بگم که یک چون فصل شام نیست از کری ما آماده کنین، میخوام که یاد بگیرم که خودم آماده میشه. چطور است که دیگه فصل گرما آیس کریم بشیرون برتون آماده بسازه؟ نه نه میشه اگر که من لطف کردین دمی آن هفته اگر آماده کنین چه خوش میشم. خب با شما شوخی کنم به خاطر اینکه هوا سرد میشه. خب شاید شما میخواین که به زمستان هم آیس کریم روش جان بکنین. اگر آماده کنین بیتر خوش میشم، بیتر برمشکا تماسم هم رخ دارد. زنده و سلامت باشین. ببینیم که بشیر جان از برفای زمستان آیس کریم جور میکنه یا از یخ یخچال. خب آیس کریم آشتیا دارم. نه نه نه، خوردنی نیک شما بخورین. همیشه بشیر جان هیچ شما سیر نکرده، نفهم چی وقت سر کارتون با غذا هست همیشه نزدیک غذا هست. گفتی آیس کریم، یعنی گفتم که آیس کریم چی داری؟ من گفتم آشتیا دارم. بشیر جان در مکتب چندم نمره بودی در صنف؟ در خوردن؟ نه دمو همین کل چیز از نگاه خوردن خود تماشا میکنی؟ همه چیز باید از نوع خوردن ببینیم، چرا که زیادتر گپای هسته که مربوط خوردن میشه، زیادتر کارا مربوط خوردن. در مکتب خوردنی کدام مضمون داشتین برام خوردنی؟ مرچ نان مرچ بخوری سر صنف استاد قار میشه باز. نه تو کدام مضمون خاصی نبود، ولی یک استادی داشتیم که زیادتر درباره خوردنی گپ میزد. اون طرف اونم رفتی خلاص دیگه. نه او میگه زیادتر کوشش کنی غذا استفاده نکنی. یعنی متوجه صحتتان باشه، استاد سپورت ما مطالبه. خب غذا استفاده بکنیم، اما غذاهایی که چربستن بر صحت مضر هستن از او استفاده نکنیم. پرخوری هم اگر شد بازم پرخوری هم خرابی میکنه. خب تیر تنایار بشیر جان، بگو که آیسکریم چی وقت آمده میسازی؟ آیسکریم دمی روزا آمده نمیسازیم به خاطر که فکر نکنم شد چرا کارا زیاد است. آیسکریم یک بار آمده ساخته بودیم، فکر میکنم خوارم ندیده. کوشش میکنیم یک آیسکریم میوه ای آمده بسازیم، بسیار آسان هم آماده میشه. فرق نمی کنه، میشه که یک روز آمادهش بسازین داخل یخچال بانین بر روز بعد باز بر دوستان نشان بدین. والا نظر نیک بود. به این شکل آماده میشه. این قسم اگر پیش بری میتونی که تمام غذا را آماده بسازی. بله بفرمایین. میبخشین. بله. سلام بیشتر جان، خوب هستی جان؟ زنده و سلامت باشین. نامتان از کجا با تماس شدین؟ ما فرشته هستم از تایمسکن به شما شدیم. خب فرشته جان خوش آمدین. جان خوب هست؟ تشکر خواهر عزیز، خوب هستم. فضل خدا بفرمایید خواهر عزیز، سوالتان رو بگویید. من سوال داشتم که چی وقت پخته میشه؟ چی؟ کیک، پنکیک. آها دیر شد پنکیک آمده نساختی؟ ولی خراسان هم دیر شد که پنکیک آمده نساختیم و پنکیک هم که باید از آب میوه آماده بسازیم. شاید که روز یکشنبه باشه اگه فراموش شما نشه، شاید که یکشنبه از روز پنکیک. شنبه ترشی روز یکشنبه هم پنکیک، درست است؟ بله تشکر، خدا حافظ. روز خوش، خدا نگهدار.
پنکیک بشه جان. صبحانه است. صبحانه، یک صبحانه بسیار خوشمزه. یک صبحانه که واقعا مزه علاقه دارم. این دیگه تا که غذای بدلت باشه که دوستا بگن رو وعده بتی که مدنی روز آماده میسازم. تمام غذا رو مجبور هستم قسم آماده بسازی. ما همیشه آماده میسازم بشین جون خود تصادف یکون غذایی که خوش دارم خود به خود آماده برابر میشه زودتر آماده میشه. چرا که کمی آسان نمی باشه. وقت هم زیاد نمیشه. به این خاطر ضرورت به یک کاسه داریم که این هستی چه بگیریم. بشه جان میده نشد کدام چیزی؟ نه میده نشد یک دسته چهار دانش درست که. اگر راست رو پرسند که بیشتی جان ایام خورده است ایام خورده است یک دانه اونو میجاست کنم رو من میارم باز خب من برطانی رو میارم درست است؟ بسیار خوب خب مشکل رو خودت بریم که من تا وقت این قسمت اما قدر زیاد میخواین آماده بسازین؟ خب قدر زیاد خونه است که آماده بسازم ولی باید که جای شکمی کلان باشه که تا ما بتانیم خوبتر از این استفاده کنیم کشالو؟ کشالو بود نوبت مال سینی مرغ البته نرم شده بود و یک کارت هم ضرورت داریم تخم مرغ تخم مرغ به شکل میده میکنیم بعضی دوستای ما هستن که شاید از تخم مرغ خوشان نیاد یا بعضی هستن که گوشت هم خوش ندارن اما دوستای از کوشش بکنیم که روزانه اقلا 10% غذایتان پروتئین تشکیل بده به خصوص دوستای ما که میخوان رشد نمو کنن و دارای صحت کامل باشن کوشش بکنیم که از تخم مرغ جوشانده هم استفاده کنین منبع خوبی از پروتئین است در ضمن از گوشت مرغ هم همچنان و دوستای ما که از گوشت و یعنی گوشت خور نیستن سبزی خور هستن میتونیم که از لوبیا و سمارق استفاده کنن تا که از پروتئین سمارق و لوبیا مستفید شون تخم مرغ هم باید میده کنیم اضافه کنیم بله درست نمیشه نه نه خونه میشه که سه دانه تخم دو دانه تخم مرغی که بود میده نسازیمش به این شکل داخل مواد یک جای مخلوط کنیم نوبت بادرنگ شور جمعید بادرنگ شور هم میتونیم بگیم که یک ترشی است واقعا خوشمزه دوستای عزیز و دوستای ما که اشتهای خوب ندارن میتونن که از ترشی کم کم در بین غذای خود استفاده کنن باز هم تماس داریم میبینیم که کدام دوست ما از کجا با تماس شدن بله بفرمایین بله سلام علیکم بیشتر خوب هستیم زنده و سلامت باشه نامتان از کجا با تماس شده اسمم مینا سرسارنا با تماس شدید مینا جان خوش آمدی بفرما سوال تا بگو امیدوار هستم که شما هم آیس کریم و پنکیک نگوین نه خیر نی درباره بادیان ما چی داده بودیم گفتیم یک دفعه دوام بگوینم خب فواید بادیان فکر کنم چند روز پیش در برنامه داشتیم شما میخواین که یک بار دیگه برای شما داشته باشیم بله یا لطفا امیاله امیاله ببینیم اگر هم کارهای ما پیدا کردن امی لحظه براتون فواید بادیان نشر خواد کردیم و امی لحظه نه چند لحظه بعد خب اگر نشد برنامه آینده انشالله تشکر خدا روز خوش خدا نگهدار خب امکار ما صابر جان هستن اگر میتونن فکر کنم پریروز بود امی روزا بود که ما فواید بادیان داشتیم خب میگن از اینجا پاک شده انشالله که در برنامه های بعدی براتون کوشش میکنیم که فواید بادیان داشته باشیم انشالله باشی جان گفتن روز شنبه ترشی آمده میسازن ما هم میگم که روز شنبه راجع به فواید بادیان باز هم براتون معلومات آمده میکنیم معلومات بیشتری که شما هم بتونین با دقت تماشا بکنین گوش بکنین تا که از فواید بادیان مستفید شوین بخاطر اینکه بادیان یک گیاهی است که بعضی دردها رو درمان میکنه زیادتر خواره ما شاید با فواید بادیان کم کم آشنا باشن اما بیشتر خوبتر است که زیادتر معلومات حاصل بکنیم در جریان صحبتای ما فکر کنم زیاد کار انجام دادین پیشتی جان خزیات کار را انجام ندادیم چرا خزیات خوبی؟ خب ما دیدیم که خود یک تا میخوردی و یک تا میده میکیدیم اونو بخاطر کارت کم شد نه مطالم تانش نکدیم خدا خیلی از دلت خبر اصا؟ نه وقتی که آماده شد بازم تا میکنیم میفهمم میگم تا وقت انتظار میکشین براتون مشکل تمام میشه مشکل تمام میشه اما انتظاری خب. ولی مشکل هم هسته ایتر اما قسم خوب است که وزندان کم شد باز دیگه کارا جور نکنه کچالو بود که نرم شده بود تخم مرغ جوشانده سینه مرغ جوشانده همراه با بادرنگ شور زیتون تا حال اضافه کردین زیتون حال اضافه میکنیم زیتون هم اضافه شد ساس ماینز ساس ماینز هم اضافه میکنیم و قسمت بکنم که
خب دوستان از تای قسمت شما تماشا کردین که سالاد اولویه را چه قسم باید آماده بسازیم. شاید بعضی کار دیگه شما مانده باشه که بشیران بعد از وقفه برتان میگه که دیگه کدام کارا را باید انجام بدیم. یک وقفه کوتاه داریم، برمیگردیم، با ما باشید. مواد لازم سالاد اولویه: سینه مرغ 300 گرم، کچالو 3 عدد، بادرنگ شور 6 عدد، تخم مرغ 2 عدد، ساس مایونز قدر ضرورت، نان فرانسوی 1 عدد، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. با شما هستیم دوستان، خوش آمدین به دامین برنامه. خب بسیار جان دوستان، تا قسمتی که شما تماشا کردین سالاد تقریبا آماده ساخته بودن. میبینیم که آیا کدام چیز دیگه هم بهش اضافه میکنن یا خیر؟ دیگه هیچ چیز دیگه اضافه نمیکنیم، صرف مایونز بود که اضافه کردیم، کمی نمک هم اضافه کردیم، مخلوط کردیم و نوبت این نان فرانسوی هست که باید به شکل بازش کنیم. خب به شکل کاملا آماده شد. این نان فرانسوی را چی میکنین؟ میدهش میکنین؟ داخل سالاد اضافه میکنین؟ نه سالاد داخل از اضافه میکنین؟ می سالاد را جور میکنیم، هم یک بشقاب تزینی آماده میسازیم سالاد. کسایی که علاقه دارن میتونن به شکل سالاد استفاده کنن و کسایی که میخواین، خب کسایی هستن زیادتر کسایی هستن که در خانه وقتی از سالاد آماده میسازن اضافه میونه دخشال میوردنن و بار دیگه میتونن به شکل یک غذا هم آماده بسازن از این سالاد. غذای چه قسم بود؟ من متوجه نشدم. خب تا حال آمدن ساخته میشی؟ آمدش میکنیم آره. کل چیز خوب بخته کردگی است، فکر کنیم باز میخواین سرخش کنین؟ نه خیلی نمیشه جان، همه چیز آماده شدگی است که کاملا نرم شده، آماده شده. مرچ سیاه نمک هم اضافه کردیم ولی این قسمت روغن انداختیم. خب اگر ما امرا با این نان فرانسوی آماده بسازیمش باید که کمه که چپس هم در کنارش باشه، ولی روغن داغ نشده، باید کرات زیاد کنیم تا روغن داغ شوه و مواد هم به این شکل مخلوط کنیم. این همون سالاد روسی است دیگه؟ به شکل همون سالاد روسی میشه. خب کاملا ای آماده شده و نوبت یک بشقاب است که تزینش کنیم. این را میتونیم که پیش از غذا استفاده کنیم، در بین غذا استفاده میشه، چطور یا خودش یک غذای مکمل است؟ خب اگر پیش از غذا استفاده کنیم بهتر است، به خاطر که سبزیجات هم از مواد بسیار قوی است، ما میتونیم ویتامین زیاد داخل زی است که میتونن استفاده کنن. ولی از این سالاد مایونزش کمتر استفاده کنیم، کسایی که وزنشون زیاد است میخوان که وزنشون دیگام زیاد نشه کمتر استفاده کنن به اندازه، ولی کسایی که میخوان چاقشان میتونن که مایونزش یک ترم زیادتر استفاده کنن چون چرب تر است. نه بله، خب البته کچالو میتونیم بگیم که بر چاقی قدر خوب نیست. اگه دوستان میخواستن که وزنشون کم شه باید کچالو رو مقسم که جوش میتین کاملا جوش بخوره، در ضمن دیگه چند قطر آب لیمو اضافه شه و خوب تر میشه. باز نوبت روغن که باید کچلو رو داخلش اضافه کنیم. میخواین که مثل یک ساندویچ جوش بکنیم؟ بله، به شکل یک ساندویچ آماده شده بهتر است. یک ساندویچ صحی برای کسایی که میخواین که وزنشون زیاد نشه، ولی بار بار از استفاده نکنن. کسایی که میخواین که در دفتر میباشن میخواین از غذای خود و خانه خود استفاده کنن، زیادتر کسایی هستن که علاقه ندارن از هر جای نان بخورن، میتونن در خانه آماده بسازن و از این روش جان کنن. طبعا خب بعضی هستن که گفته خودت اصلا میل زیر ندارن که حتی در بعضی رستوران های پاک هم که زیادتر صحی می باشه غذا استفاده کنن، میگن که تا خود ما پخته نکردیم امکان نداره که استفاده کنیم. بله، خب سالاد آماده شده و این قسمت نان هم کاملا آماده است، ولی به شکل قسمت داخلش کمی فشار میتیم، خمیر کمی پایین کنه خدا، یعنی داخلش
آرد کس یا نانی که داخلش آماده شده او خود پرس میکنه میشینه و بعد از اون ما میتونیم خوبتر مواد داخلش بنیم که به شکل کاسکه که هموار میشه. بله تماس داریم، بفرمایین. بله سلام علیکم. سلام با شما، روزتان بخیر، خوش آمدین. تشکر، خوب هستیم؟ اگه میشه کمی بلندتر صحبت کنیم تا که صدای شما را خوبتر بشنویم. فکر کنم تماس خواهر ما قطع شد. بخش نکات برنامه تماشا میکنیم که متخصصان تغذیه باز هم بر شما توصیه بسیار مفید دارن. روغن بادام تلخ سرفه را بهبود بخشیده و ضد سرماخوردگی است، اما در مصرف آن باید دقت کرد. بادام میوه‌ای است که به دو شکل تلخ و شیرین یافت می شود، ولی بادام تلخ دارای خواص بیشتری است. روغن بادام تلخ برای تنگی نفس، سرفه و ورم ششها مفید است. مغز بادام تلخ مخلوط شده با سرکه درمان مؤثر برای بیماری های پوستی و تقویت موها است. از آنجا که بادام تلخ دارای اسید سیانیدریک است، باید در مصرف آن دقت کرد. با شما هستیم دوستا، خوش آمدین به ادامه برنامه. خب امروز ما راجب بادام، فواید بادام معلومات داشتیم. بخش نکاتم راجب البته روغن تلخ بادام بود که برای سرفه مفید است. بله بفرمایین. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ زنده و سلامت باشین. گفتین کارت ندارین، میشه خیلی مستقیم سوالتان رو بگوین. بیشتر جان میخواستم سرز آی خانم از طریق تلویزیون بشیر جان هم میلیستیم برای ما یاد میداد. طرز تهیه غذای آی خانم درست است. ببینیم که چی وقت آمده میشه یا که طرز تهیه بر شما میگه. شکر، زنده باشین. روز خوش، خدا نگهدار. خب بشیر جان، طرز تهیه غذای آی خانم که غذای محلی افغانستانی است که خود چند دفعه آمده است خصیده برنامه، میشه که بر دوستا بگویید؟ چون فکر کنم کاری تمام شده باشه، کار دیگه نخواهد داشته باشی. چطور؟ بله خب قسمی که دوستان شاید بدن که چندی بار ما آی خانم آمده ساختیم، ولی آمده ساختن آی خانم هیچ مشکل نیست. ما میتونیم به وقت بسیار کم آی خانم آمده بسازیم. آی خانم یک غذای فامیلی است، یعنی من توی فامیلی گفتم میتونیم بدون زحمت است، به خاطر اینکه خرد خرد پر نمیشه، جدا جدا یک جای جور میشه. بله خب آمده ساختنش آسان است. خمیر به شکل خمیر منتو آمده بسازیم، کمی که نرمتر و بسیار نازک. وقتی خمیر کاملا آماده شد هموار بسازیمش. داخل یک کاسه دیگه زردک از تراشک میکشیم، کچولو را از تراشک میکشیم، کرم یک تعداد مردم خوش دارن که بادنجان می دکنارش باشه تا رنگ سرخ داشته باشه، به داخل مواد باشه. بله گوشت و گوسفند یا گوشت کفتره میده میده آماده میسازیم، سرخ میکنیم، نرم میسازیم و او را هم داخل مواد مخلوط میکنیم. مرچ سیاه، نمک، پیاز، کمک سیر هم میده میده میسازیم، هم مواد یک جو کاملا مخلوط میسازیم. کاملا مخلوط شد، خمیر کلان هموار میسازیم. داخل خمیر مواد هم هموار میسازیم و رول میکنیم که لا بلا همش بسته شد. وقتی بسته شد خمیر قطع میکنیم، خمیر بسته میشه به این شکل. رول اگر خواستیم یا به این شکل اگر ما خواستیم که رول بسیار خرد باشه، خمیر رولش خردتر آماده میسازیم. به شکل کاملا آماده شد، قالب امراه با روغن چرب میکنیم، قالب دیگه منتوره. بله بعد از اون مواد داخلش میمانیم، یعنی خمیری که آماده شده است داخلش میمانیم، دیگه روشن میکنیم، یعنی آب وقت جوش آمد بعد از 15-20 دقیقه بعد کاملا آماده میشه. و یک چیز فراموش دانه شه که مواد که داخل رول آماده میسازیم، یعنی داخل مواد که داخل آی خانمی باشه، داخل خمیر میباشه، ایره چه وقتی سرخ نمیکنیم. زردک هم خام میباشه، کچولو هم خام میباشه، هم مواد که میندازیمش خام، بجز از گوشت که گوشت سرخ میکنیم دیگه مواد خام میمانیم. وقتی همراه با حرارت دیگ مواد کاملا نرم میشه و مزه‌دار هم میشه. اگر ما همیشه نرم بسازیم بعد از سرخ کنیم آماده بسازیم، مزهش کم میشه. بله دوست، اگر خواستین مثل ازی که دکنار منتو یا نخوت نرم شده گیم باشه کمی قرمه دار، میتونین که قسم شما مرا بادل نخوت یا نخوت هر حبوباتی که خودتان خوش دارین یک قرمه آماده بسازین، همرا با چکه خواستین تزینش بکنین، واقعا که مزه خوب داره. من یک بار آماده ساخته بودم، واقعا مزه‌دار میباشه. یک منتوی فامیلی است، زیادتر کسایی هستن که میگن که فامیل ما زیاد است یا ما نمیتونیم آماده بسازیم. من تو آماده ساختن برایشان مشکل است. بجای من تو آی خانم آماده بسازم. بله بعدش هم کاملا نمقسم میباشه. دوستای عزیز، غذای خوشمزه امروز که سالاد بود همراه با یک
میتونیم بگیم که ساندویچ آسانی که همراه با مواد می سالاد آماده شد آماده کردن بشه جان، در کنارش هم چپس کاملا خوشمزه است، یک غذای فوری میتونیم که خودتون به وقت بسیار کم آماده بسازین. در ضمن از این معلومات خوبی داشتیم راجع به فواید بادام، چرا که بعضی دوستای ما میخواین که استفاده کنن شاید مقدارش برشان معلوم نباشه یا که فوایدش از فوایدش آگاهی نداشته باشن. امروز با هم تماشا کردیم غذای خوشمزه امروز هم آماده شد. وقت خوش، خدا نگهدار، خداحافظ. ناصر شما.